اتصال موازی کمپرسورها و مشکلات سطح روغن توی این کمپرسورها. ببینید، ما در بعضی موارد مجبور هستیم و بهتر هست که چند کمپرسور رو موازی کنیم. زمانی که ما تغییرات بارش زیادی داریم میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب یه مزیت هایی داره، میتونه بار الکتریکی رو شبکه رو کاهش بده، استارت رو کاهش بده. اگر یه دونه کمپرسور خراب بشه، اگر شیر داشته باشه، ما شیر خط روغن رو داشته باشه، شیر متعادل کننده رو داشته باشه، به راحتی میتونیم اون یه کمپرسور رو باز کنیم و بقیه کمپرسور رو به کار خودشون ادامه بدن، سیستم نخوابه. میتونیم یه محدوده وسیع از ظرفیت رو داشته باشیم، قابل دسترسی هست در جای صنعتی تو تمام فصلهای سال. یه سری قوانین وجود داره، ما به صورت اجمالی در مورد این قوانین با هم دیگه صحبت میکنیم. اولین مورد لوله مکشه. لوله مکش باید به صورتی طراحی بشه که مبرد یا همون گازمون بتونه آزادانه به تمام کمپرسور رو برسه و فشار مکش تو تمام کمپرسور رو یکسان باشه. یکسان بودن فشار باعث میشه که روغن به تمام کمپرسورها هم یکسان برسه. زمانی هم که ما تغییرات فشار داشته باشیم تو مکش، از اون ور در سطح روغنمون هم تاثیر میذاره که با درمادش صحبت میکنیم. اگر تعداد کمپرسورها هم 3 تا باشه یا بیشتر، هدر مکش رو میبینید تو شکل به چه صورتی هرمی ساخته میشه. تا اینجوری ما مبرد رو بتونیم به تمام کمپرسورها با یک تعادلی برسونیم. از اون طرف فشارمون ثابت میشه، برگشت روغنمون بهتر میشه و تغییرات سوپرهیت نداریم توی کمپرسورها و تغییرات فشار ساکشن هم نداریم.